این یکی از واقعی ترین ویدیوهایی هستش که در مورد پیدا کردن دفینه دیدم. جوان 24 ساله را به کام مرگ فرستاد. خلیل کمربندش رو داره با کمربندش داره اونو میزنه. نه برو نه بیا مراد برو مراد ماره دست و پا داره که همچین چیز عجیبی رو میده. دندونیناش هم نمیشکنه. نجی سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من کیوانه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه اول چند تا ویدیوی کوتاه ترسناک رو نگاه کنیم، بعدش با هم دیگه چند تا ویدیو در مورد دفینه و طلسم دفینه رو نگاه می‌کنیم. فقط قبل از اینکه بخوام این ویدیوها رو نگاه کنیم، کسایی که کانال رو سابسکرایب نکردن لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم حتماً فعال کنین. حالا بدون معطلی بریم سر وقت ویدیوها. خب دوستان، با هم دیگه ویدیوها رو نگاه میکنیم. 10 روز پیش توی کانال اولم گفتم که میخوام یه ویدیو در مورد دفینه و طلسم دفینه بهتون نشون بدم. این ویدیو اون هستش و گفته بودم که یه داستان ترسناک ایرانی میخوام براتون تعریف کنم که 2 روز بعد از اون حرف من یکی از کانالهای یوتیوب فارسی اون داستان رو تعریف کرد. من گفتم اگه بیام اون داستان رو تعریف کنم، بیننده‌ها فکر می‌کنن که من از رو اون کانال برداشتم، در صورتی که من تو فکرم بود که اون داستان رو تعریف کنم. بریم با هم دیگه ویدیوها رو نگاه کنیم دوستان. ویدیو شماره 1، ماجراجوی پاکستانیه. رفته توی خونه خیلی قدیمی و عجیب. کار خوبی که کرد. دوربین توی دستش رو برد داخل. تونست اون موجود رو تصویرش رو ضبط کنه. نگاه کنی، نگاه کنی. اینجا که دستش رو برد، میبینی؟ نور رو یه مقدار زیاد میکنم، نگاه کنی. ویدیو شماره 2 خیلی عجیبه. یه دونه مار گرفتن توی فکر کنم مکزیک هستش. مار دست و پا داره. ببینید، آدم فکر میکنه که یه دونه مارمولکی سمندر چیزی خورده ماره، بعد دست و پاهاش اینا با چاقو بریدن در آوردن. خیلی عجیبه، شبیه دایناسوره، دایناسور کوچولو. ویدیو بعدی از یه خونه هستش که پشت بوم خونه صدای عجیب غریب میومده. رفتم نگاه کنم ببینن چیه، که همچین چیز عجیبی رو دیدن. خیلی عجیب بود قیافش. واو، کامل سنوسه میکنم تصویر رو. خوب نگاه کنید چهرش چجوریه، شبیه آدم فضایی هست. ویدیو بعدی رو از توی این اینستاگرام برداشتم. گفته شده که این یه گورکنه که گرفتن تو قفس انداختنش. خیلی عجیبه برام، چجوری تونستن اینو بگیرنه؟ اینقدر نگاه کنین گاز گرفتنش قویه، اینقدر دستاش قویه، قفس رو میخواد بکنه. حالا فکر کنین این دست آدم رو گاز بگیره. خیلی سرسده، نگاه کنین دندونیناش هم نمیشکنه، پنجه‌هاشو. خب بریم سر وقت ویدیوهایی که در مورد دفینه و طلسم دفینه هستن. این 3 نفری که میبینین رو قبلا ویدیوهاشون رو توی کانال اول گذاشته بودم. ویدیو هم اسمش درخت جن بود، خیلی هاتون اون ویدیو رو دوست داشتین. اینا گنجیاب هستن، میرن میکنن اینجور جاها رو، بعد ویدیو ضبط میکنن. یه اتفاق ماورایی میفته، اونو توی کانالشون میذارن. این 3 نفری که الان داری میبینین، اونی که داره میکنه اسمش موراته، اون یکی خلیله، فیلم بردار اسمش هاچوه. نگاه کنین، روز رفته بودن شروع کردن به کندن. قبلا آمار داده بودن که اونجا یه چیزی هست، نصفه گذاشتن. شب که شد نصفه گذاشتن، گفتن بریم فردا بیایم. چرا؟ چون اون موراته که داشت میکن حالش بد شده. میگه من اطرافم یه چیزایی میبینم، یه صدایی میشنوم. خلیلم گفتش که آره بریم، بریم فردا بیایم. این ویدیو گفتم 1 ساعته، من قسمت ترسناک شما داشتم. اینجا میگن باشه بریم، دارن میرن. نگاه کنین، مراد میگه آره من دیدم بابا، بریم بلش کن، بریم. مراد
من دور دور برو اینجا دیگه بیا اینجا بیا اینجا یه چیزی پای مراتو گرفت کشیدش یه هایی مرات چه سابه نیه گریم بیاروز آدم مردم برکت میگه برای چی فرار کنیم خلیل میگه فرار کن میگه کجا فرار کنیم بریم نجاتش بدیم خلیل خودش به سمت مراد میره اینا میگه اینجاست بیبریم درش بیاریم مراد میگه گرفتمش گرفتمش میگه چی رو گرفتی دوربینو داد به خلیل هاچو اونو نگاه داره با یه چیزی دعوا میکنه خلیل کمربندشو داره مورد با کمربندش داره اونو میزنه میگه برای چی داری میزنیش میگه یه چیزی رو گرفته بذار من بزنمش ولش کنه میگه مراد چی رو گرفتی ولش کن اون فقط میگه گرفتمش گرفتمش میگه چی رو گرفتی خب ولش کن مراد میگه چیکار کنیم خلیل یوزینو کلا میگه انگشتر تو استفاده کن این یه انگشتر داره که یه شیخ بهش داده بود که ازش مراقبت کنه اینجا یهو دهنشو کرد تو زمین یه چیزی رو گاز زد و برد بیرون شبیه گوشته انگار مرده میگه بنازشونو بنازشونو اینم فلان فلان شده پش میده پاشو پاشو بریم میگه چه شد تو چیکار داری میکنی وحشی شدی میگه اون چی بود گرفتی گاز گرفتی چیکار داری میکنی دیوونه وحشی مراد مراد نه چه شده؟ چی شده؟ میگه خوبم بلن کنی داره میره اون سمتی بازم میگه رو صورتش خون است انگشتره کو یوزیک اولدو ایچین زاتن باک باکی بره بونا باک باکی کانما مانما وار باکی میا میگه ببینم خون نمیاد از جاییت صورت تا خونیه رو بینیش خون است یکم میگه اون منو گاز گرفت منم اونو گاز گرفتم میگه چی رو گاز گرفتی میگه تو برای چی این بچه رو میزنی میگه چه بدونم دیدم یه چیزی گرفته منم زدم ولش کنه برای گل برای گل برای گل یا تمام کجا داری میری بیا بریم گیت نه اولای نه دو تام بودم گیت نره اونجا بودم آبا بونو بونو اینجا ها پیداش کردم اینا ها اینو گاز گرفته بود این چیه؟ اونو سرمش یه گوشت یه کم خون روشه آبا شنو بکیم شنو بتودون یا یه وایسه ببینم این چیه؟ بونه آبا سن بونه نیه کپردن آبا سن بونه میگه این چیه گاز گرفتی؟ از کجا گاز گرفتی اینو؟ کانلی کانلی میگه خون داره توش کانلی میگه ولش کن بیا بریم معلوم نیست چیه Haço. Bura. Bir vereyim. Abi sen niye ses vermiyorsun bize? Nedir bu ya? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Miki جفتتون هم دیوونه شدین. تو برای چی اینو می‌زنی؟ این برای چی گاز می‌گیره؟ ne oldu orada sana? Miki چی شد به تو اونجا؟ Doğuştun mu? Miki دعوا کردم. Miki با چی دعوا داشتی می‌کردی؟ Otur abi şöyle biraz bir dinleme. Abi gidelim şu ateş tarafına. Miki بریم جایی که آتش روشن کرده بودیم. گفتم این ویدیو طولانی بود. دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم دیگه بریم سر وقت ویدیوی بعدی نمیدونم دوست داشتین اون صحنه رو یا نه خیلی ترسناک بود ویدیوی بعدی نگاه کنین یه شخصی شروع میکنه زمین رو میکنه این یکی از واقعی ترین ویدیوهایی هستش که در مورد پیدا کردن دفینه دیدم این ویدیوها شبیهش تو اینترنت هست دوستان 90% دروغه فقط برای تبلیغ دستگاهه یا چیزهای دیگه بگن آقا ما گنج پیدا کردیم اینایی که تو ایران کلا دروغه چون وقتی نشون میدن پلیس میتونه راحت اونا رو بگیره جرمشون هم خیلی سنگینه ترکیه هم جرمه ولی این یه نفر نمیدونم چرا صورتشو نشون میده معمولا صورتشون رو نشون نمیدن نگاه کن اینجا داره حرف میزنه این ویدیو هم نیم ساعته کردم براتون 7 دقیقه میگه که اونایی که میگن اتاقش نیست خودتون اتاقک رو درست میکنین نگاه کنین ما کندیم این زمین یه زمینیه که اصلا دست نخورده خب دسته بیلم میذارم اونجا ببینید اون داخل یه اتاقک هست من ویدیو رو دور تون بهتون نشون دادم که مطمئن بشین که زمین هیچی نبود اینا شروع کردم به کندن البته تنهایی کلن کرد ببینید اونایی که توی دفینه هستن توی ایران این تصویر رو شاید خیلی هاش اصلا ندیدن خب
و هیچ کس تو ایران فکر نکنم از یه اتاقک فیلم گرفته باشه قشنگ نشون داده باشه از اول تا آخرشو. ولی نگاه کنین چقدر قشنگ گرفته. من ویدیو رو زدم جلو. وارد اتاقک شدن. ببینید میگه به صورت لایو و خیلی خوشگل باز شدن یه اتاقک رو بهتون نشون دادم. میگه چرا باید جسد خورد شده باشه از اون بالا ریخته باشه پایین؟ اینجا که بسته بوده. میگه نمیدونم. مار میاد اون داخل میره، موش میاد، خب اونا خوردن دیگه. میگه برو ببینیم چند تا جنازه هست. سه تا جنازه هست، یه دونه این ور، یه دونه اون ور، یه دونه این ور. استخوناش مونده. حالا این کوزه های آب چیه کنارشون؟ ظرف های غذا چیه؟ اینا اعتقاد داشتن که مرده هاشون بلند میشن غذا مزا اینا میخورن، مثلا بهشت میرن، نیاز میشه این قاشق چنگال و اینا مثل داعشی ها. نگاه کنیم. خب گنجابه میگه که مرده بار میشه یه نگاه کن ببین طلایی، صندوقی، گاف صندوق مانن، یه صندوقی چیزی پیدا نمی کنی ایسه با ارزش. میگه فقط کوزه است و لیوان و اینا. نگاه کنین کوزه هارم من رو دور تون میذارم، قشنگ نشون میده توشون خالیه، هیچی نیست، گذاشتن که فقط جنازه بلند شه آب بخوره. نگاه کنین آب و غذا بخوره. بعد این واسه 100 سال 200 سال نیست، واسه 3000 سال پیشه این دفینه. اینجا میزنه به دیوار ببینه نکنه اونجا به صورت مخفی پولای طرفو گذاشته باشن. گنج و طلاش هم میذارن، شمشیرشو میذارن، کلاه خودشو میذارن، اینجور چیزا رو تو ایران زیاد میذارن. شمشیر و کلاه خود تو ایران زیاد در میاد. حالا این ویدیو که داری میبینین یه ویدیو ایرانیه، یه اتاقک ایرانیه. نگاه کنین نشون دارم میدم، چرا که بدونین که همچین چیزایی واقعا هستش. حالا ویدیو ایرانی نه صورت نشون میده نه درست نشون میده که چی کار کردن، واقعا کندن یا چی، فقط اینجا رو نشون میده که دارن میکنن و استخون و کوزه اینا داره از تو خاک میاد بیرون. ولی این ویدیو هم کاملش رو نگاه کردم خیلی به واقعیت نزدیکه، واقعا دارن این کارو میکنن. نگاه کنین از تو خاک قشنگ یه دونه کوزه کشید بیرون. اینا دارن کرمانجی فکر کنم صحبت میکنن، به زبان کرمانجی. کرمانجی توی کامنت ها بنویسین درست تشخیص دادم. حالا چرا اینا رو بهتون نشون دادم؟ اونایی که توی دفینه اینا هستن ببینید این ویدیو رو اخبار داره نشون میده. وقتی راه 100 ساله قرار یک شبه طی بشه، طمع طلا و عتیقه در محوطه تاریخی خراسان رشدخوار جوان 24 ساله را به کام مرگ فرستاد. ما هم رفتن به داخل کلنگزه روش ریزش کرده، ریزش کرده سری دیگه ما خود ما انداختم پایین، هر چی کار کردم نتونستیم بالا رزم. متاسفانه شب گذشته یک نفر در همین مکانی که مشاهده میشه اومده و به هوای همین عتیقه جات. متاسفانه این تعداد 5-6 نفری بودن که ما 3 نفر رو دستگیر کردیم. یک نفر متاسفانه اینجا آوار اومده پایین و فوت شده. ساعت چند اتفاق افتاد؟ ساعت دقیق یادم نیه، 2:30 ارزش شو داشت؟ نه. ببینید میگه ارزش رو نداشت چون یکی از دوستاش مرد، باید حتما یه اتفاق بد بیفته. حالا اینا کندن مثلا 2 متر میکنی بعد میگی اه، بازم میبینی که مثلا دستگاه بهت نشون میده که هنوز اونجا خبری مال هست. هی میرسی به 4 متر 6 متر یهو اون تونل میریزه رو سرت، از دنیا میری مثل این شخص. حالا اگه نکننم تا آخر عمرشون میان میگن وای 2 متر کنده بودیم، چرا ادامه نزدیم 8 مترش کنیم درش بیاری. یعنی گشتن دنبال همچین چیزی، وقت گذاشتن واسه همچین چیزی تلف کردن عمرته. منم چون توی کانالم هستن کسایی که میدونم آمارشو دارم، کسایی که زیاد عشق اینجور چیزا رو دارن، خواستم فقط یه پیامی بدم که عمرشون رو دارن الکی هدر میدن. جیزد با وسعت 70 هکتار در سال 737 هجری شمسی بر اثر زمین لرزه بزرگی بر روی 30,000 تن اهالی این شهر تخریب میشه که تاکنون این محوطه تاریخی بارها مورد هجوم برخی سودجویان بومی و غیر بومی قرار گرفت.
گرفتین؟ اونجا یه جایی بوده که آدم ها زندگی میکردن، زلزله اومده خراب شده، بعد مردم میان وسایل قدیمی اونا رو پیدا میکنن مثلا چند صد سال پیشه که عتیقی به حساب میاد. ویدیوی بعدی، ویدیوی قبلی که گذاشتم در مورد آدم کوتوله بود، من اون شخص رو پیدا کردم که صاحب اون آدم کوتوله است و این شخص ویدیوی درست نشون نمیده. نگاه کنیم در واقع مغلطه داره میکنه، میگه من نمیتونم صورتشو بهت نشون بدم. خب وقتی تو نمیتونی به من صورتشو نشون بدی، منم میگم که این میمونه، نمیگم آدم کوتوله است. میمونه کلاگیس گذاشتی رو سرش. نگاه خودتون گوش کنین چی میگه دیگه. حالا من یواش یواش سعی میکنم. میگه حیوان میفهمه، موجود میفهمه، دوربین نزدیکش میشه جیغ و داد میکنه، نمیتونم از صورتش و دستش بگیرم، یعنی کامل بگیرم که به تو ثابت کنم یه موجود خاصه، یعنی میمون نیست. ایلیا محفظ یه کاری بکنیم داقا صورتش هم بیفته. چون دست من نیست، اجا راه بیده مشکلی نیست، چون دست هم زخمی میکنه، واسه من با این مطابقت پیدا کنم با اخلاقشون. با اخلاقشون ماشن جمع میکنه. اصلا نمیخوری به خاطر شما میدونی شما میگه حساسه. صدا میشه. حالا فاضل من صورت چی ببین سعی میکنم بعد اجازه بده مجبور بده. میخواد نشون بده ببین چه اتفاقی میفته. دستشو اینجا گاز گرفت، یعنی خودش گفته که دستش همون گاز گرفت، خواستم صورتشو نشون بدم. صدای میمون نبود. صدای میمون بود نمیدونم، ولی من چیزی که میگم اینه که 90% این میمونه، 10% شاید یه موجود خاص باشه، چون دستش با دست میمونای دیگه فرق داره. سیاه ناخونش یکم سیاه ترسناک شده، برای ما هم شاید یه موجود عجیب غریب میاد، ولی اینم آمارشو درآوردم براتون دیگه. به نظر من میمونه، زیاد پیگیرش نباشین. خب دوستان با هم دیگه ویدیوها رو نگاه کردیم، امیدوارم که ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته باشه. یادتون نره که نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برای من بنویسین و خواهشن این ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش حتماً فعال کنین. دوستان یه ویدیو دیگه توی کانال اول گذاشتم، این گوشه میاد، دوست داشتین برین اون ویدیو رو نگاه کنین. کانال اول هم اگه سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.